إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بيت الله، خانه خدا در قلب مکه مکرمه، قبله سالکان در به هدایت از روز ازل تا به روز ابد. گرچه تاریخ از اینکه اولین مأموریت برپایی کعبه را خداوند بر دوش چه کسی نهاد هیچ به یاد ندارد و در این باب تاریخ نگاران اختلاف رأی دارند. شاید اولاترین نظریه این باشد که بانی اول کعبه نماد توحید و یکتاپرستی حضرت آدم علیه السلام است. کعبه پس از آدم در گذر زمان و تغییر و تحولات جغرافیایی و طوفان نوح علیه السلام و خشکسالی منطقه به کلی از بین رفت. خداوند متعال به حضرت ابراهیم بت‌شکن، بزرگ مرد میدان توحید، مأموریت داد تا بار دیگر خانه توحید را بازسازی کرده و مرکزی عبادی برای مؤمنان قرار دهد. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی الطائفين والعاكفين والركع السجود. ابراهیم علیه السلام به دستور الله تعالی از فلسطین هجرت کرد و به این مکان مقدس مکه مکرمه وارد شد. ابراهیم علیه السلام، همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل علیه السلام آمدند در سرزمینی قدم گذاشتند که در اون روزگار هیچ آبادانی در اون نبود. یک سرزمین خشک و بی آب و علف که گرمای تابستانش در شرایط امروزی از 65 درجه هم بالاتر میره. شهر مکه، الله بر عزت و شرفش بیفزاید، این شهر، شهری که ما الان در اون هستیم، شهری است که گرمای تابستانش بالای 60 درجه هم میرسه. در همچین شهری در اون روزگار که هیچ آبادانی هم نبود، هیچ آبی هم نبود، ابراهیم علیه السلام همسر و فرزند خود را آورد در مکان طواف، در مطاف امروزی، همین مکانی که الان پشت سر بنده مشاهده میکنید که زائرین بیت الله الحرام در اون در حال طواف هستن، در این مکان گذاشت. با این تفاوت که در اون زمان نه از کعبه خبری بود و نه از این بناها و ساختمانهایی که الان اطراف هست، در این دشت گذاشت و فرمود پروردگارا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، من خانواده خودم رو آوردم و اینجا در کنار خانه حرم تو گذاشتم، در سرزمینی که هیچ کشتی در اون نیست. ربنا لیقیم الصلاة، پروردگار به خاطر این که نماز برگزار بشه، اقامه بشه اینجا در آینده، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، قلبهای مردم رو از گوشه و کنار مشتاق بکن و سرازیر بکن اونها رو به این سرزمین، و بعد اونها رو از نعمتهای خودت روزی بده و رزق بده، شاید تشکر بکنن و سپاس گذار باشن. این دعای ابراهیم علیه السلام بود در حق این سرزمین و این مردم. و بعد از این سواری خودش رو سوار شد و حرکت کرد در مسیر بازگشت. همسر پریشان، نگران، در این وادی لم یزرع، در این سرزمین بی آب و علف، هیچ آبادانی هم اینجا نیست، در این دشت، در این بیابان، یک طفل شیرخوار. همسر هم حرکت میکنه در حال بازگشت، رفت و جلوی سواری رو گرفت. از طرف دیگری مطمئنه و میدانه که ابراهیم علیه السلام از سر خود این کارها رو به راحتی انجام نمیده. انسان زیرکی است، انسان حکیمی است، شرایط رو درک میکنه، اما بازم
هاجر دوست داره که قلبش مطمئن بشه، یقین کامل پیدا بکنه نسبت به این موضوع که این چه حکمتی در اون هست، این کار از طرف کی دستور داده شده. وقتی رفت پرسید آیا الله تعالی به شما دستور داده یا این نظر شماست، تصمیم شماست؟ ابراهیم علیه السلام فرمود این دستور الله تعالی است. هاجر، اون بانوی بزرگوار، اون بزرگ بانوی تاریخ توحید، اون همسر و همراه بزرگ مرد توحید، بانی کعبه، بچکن بزرگ اسلام و تاریخ بشریت ابراهیم علیه السلام، یک زن حکیم، یک زن متوکل، با توکل خودش، با یقین خودش، با ایمان کامل خودش فرمود اگر این گونه است پس هرگز ما رو تباه نخواهد کرد، هرگز ما رو از بین نخواهد برد، تنها نخواهد گذاشت الله تعالی. ابراهیم علیه السلام رفت، 3 نفر، یک نفر از اونها کم شد، 2 نفر باقی ماندن. بعد از اون غذایی که داشتن، آبی که داشتن رو به اتمام بود، تمام شد. فرزند گرسنه است، تشنه است، شروع میکنه به گریه کردن. مادر بیتابه از اینکه فرزند بیتابی میکنه، شیری هم نداره که به فرزند خودش بده، چون خود مادر هم غذایی برای خوردن نداشته. حرکت میکنه برای جستجوی آب، این طرفتر اون طرفتر، میاد این طرف سمت چپ روی صفا، تپه صفا، و حرکت میکنه بر روی تپه صفا میره، همین مکانی که شما مشاهده میکنید در نزدیکی های کعبه، مکان صفا، بر روی تپه صفا بلند میشه با امید این که اون طرفتر شاید آبادانی ببینه، شاید این طرف کسی باشه که آبی داشته باشه. به نتیجه ای نمیرسه، از صفا پایین میاد و حرکت میکنه اون طرف، اون طرف سالن صفا و مروه که امروزه وجود داره، در منطقه مروه تپه است، به این امید که شاید پشت اون تپه چیزی دیده بشه. کل این منطقه اطراف حرم رو اون موقع تپه ها و کوه ها فرا گرفته بود. روی مروه میره دوان دوان، وقتی که از صفا پایین میاد فاصله بین صفا و مروه رو میدوه، همون فاصله رو که امروز حجاج میدون، دوان دوان میرن به یاد هاجر علیه السلام. بعد وقتی که بر مروه بلند شد باز هم چیزی ندید، دوباره با امید این که شاید دوباره به سمت صفا بره، از صفا نگاه بکنه، کسی رو پیدا بکنه، آبی پیدا بشه، دوباره همین مسیر رو بازگشت. و باز هم وقتی که بین مروه و صفا قرار گرفت شروع کرد به دویدن. این کار 7 مرتبه تکرار شد، رفت آمد، رفت آمد، تا اینکه الله تعالی جبرئیل امین علیه السلام را فرستاد تا این طفل رو دستور بده که پای خودش رو بزنه به زمین. وقتی که این طفل پای خودش رو به زمین زد، از زیر پای اسماعیل علیه السلام با ضربه جبرئیل علیه السلام چشمه آبی جوشید. در این مکانی که در محل طواف کارگران مشغول کندوکاری هستند، در نزدیکی های این منطقه چشمه آب زمزم جوشید. زمزم هدیه الله تعالی بود به هاجر و اسماعیل و ابراهیم علیه السلام، به خاطر صبرشون، به خاطر اعتمادشون، به خاطر توکلشون، به خاطر باور و یقینشون این چشمه جوشیدن گرفت. وقتی که مادر از اون طرف نگاه کرد که آب زیر پای فرزند جاری شده، دوان دوان آمد و این آب به چشمه رو حرکت کرده بود، دور اینها رو بست، دور این رو گل گرفت و آبی که خارج شده بود تا این آب اینجا جمع بشه و از اون استفاده بکنه. الله تعالی چنان این خانواده رو دوست داشت، چنان این توکل و این اعتماد و این یقین و ایمان و باور و صبر برای الله تعالی زیبا بود که نه تنها زمزم رو هدیه داد، بلکه صفا و مروه رو جز شعائر و مقدسات اسلامی قرار داد و تا امروز و قیام قیامت تمام زائرین بیت الله الحرام، اون خونه‌ای که پدر این خانواده بنا کرد، بعدها به همراه همین فرزند برومند باید این صفا و مروه رو بیان و بیاد هاجر 7 بار طی مسیر بکنن. و از اون طرف زمزم وقتی که جوشیدن گرفت، مرغانی از اطراف آمدن برای غذا، برای آب خوردن. وقتی که کاروانهایی که اونجا می رفتن این مرغها رو می دیدن، یقین پیدا کردن که حتما چیزی هست که اینها جمع شدن، اونها آمدن دیدن اینجا چشمه آبی است. قبیله‌ای به اسم جرهم
اولین ساکنین مکه مکرمه بودن، وقتی آمدن دیدن چشمه آب اینجاست، تصمیم گرفتن اینجا اتراق بکنن، اینجا سکونت بکنن. از هاجر علیه السلام اجازه خواستن تا از این آب استفاده بکنن و اینجا ساکن بشن و اونجا ساکن شدن. اولین ساکنین شهر مکه مکرمه کسانی از قبیله جرهم بودن. بعدها اسماعیل علیه السلام از همین قبیله زن گرفت و با اونها وصلت کرد و فرزندان اسماعیل علیه السلام ساکنین مکه مکرمه بودند و از این نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد. قبیله جرهم خودشون مسئولیت زمزم رو به عهده داشتن، تا اینکه طایفه بنی خزاعه حمله کردند به این منطقه و قبیله جرهم به خاطر اینکه زمزم به دست اونها نیفته و آمدن و چاه زمزم و چشمه زمزم رو پر کردن و این رو کور کردن و گم کردن و یافت نشد و بعد از اون چشمه خشک شد. تا مدت زیادی این چشمه خشک بود تا اینکه زمان جد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، زمان عبدالمطلب. و عبدالمطلب تلاش داشت و قبل از اون هم بسیاری تلاش داشتن تا اون چشمه گم شده رو در مکه‌ای که به این آب نیاز داشت و الان خصوص اون چشمه‌ای که یادگار اسماعیل علیه السلام و یادگار جبرئیل علیه السلام بود دوباره احیا بشه. اینها زمزم، کعبه، صفا و مروه همه یادگار یک خانواده موفق به نام ابراهیم علیه السلام، خانواده‌ای که در راه توحید از هیچ گونه تلاش و زحمت و مشقتی دریغ نکردند، خانواده‌ای که به خاطر الله هجرت کردند، خانواده‌ای که به خاطر الله صبر و توکل و یقین داشتند. این خانواده بانی کعبه، پدر و فرزند کعبه اسماعیل علیه السلام، صاحب چشمه زمزم و هاجر صاحب صفا و مروه و کل این حرم مزین به نام ابراهیم علیه السلام و خانوادهش. و چه خانواده مبارکی، پدر، همسر و فرزند. و برکه مشاعر حج بعدها اسماعیل علیه السلام برای قربانی در قربانگاه رفت و اونجا هم یکی دیگر از مشاعر الهی قرار گرفت در منا و سنگ هایی که به شیطان زده شد در راه رسیدن اسماعیل به قربانگاه. تقدیر الهی بر این رفت که قبیله جرهم از عرب های یمن که پس از شکست شدن سد معرب سرزمین خود را رها کرده بود در کنار آب زمزم سکنا گزیند و دلگرمی و انسی باشد برای هاجر تنها و جگرگوشه‌اش اسماعیل در این بیابان برهوت. پروردگار یکتا دعای خالصانه بنده مؤمنش ابراهیم را اجابت کرد. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. چاه زمزم که در فاصله 20 متری کعبه در داخل حرم قرار داشت بر اثر درگیری های قبائل ستیزه جوی منطقه در زیر خاک دفن شد و تا سالیان چند قبل از مبعث پرفروغ منجی بشریت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی از جای آن کوچکترین اطلاعی نداشت، تا اینکه روزی عبدالمطلب در خواب دید که کسی اومد بهش گفت که احفر بر طیبه، تیبه رو بکن. عبدالمطلب تعجب کرد، تیبه دیگه چیه؟ گفت تیبه چیه؟ اونی که تو خوابش اومده بود غیبش زد رفت. شب بعد در خواب دید که همون شخص اومد بهش گفت احفر بره، بره رو بکن. تا گفت بره یعنی چی؟ اون غیبش زد و رفت. شب سوم
باز همون شخص اومد تو خوابش و گفت که احفر مظنونه. گفت مظنونه چیه؟ باز همون طرف رفت. طیبه، بره، مظنونه همه به معنای خوبی، پاکی، چیز با ارزش، چیز گرانبها. اما خب چی هست این چیز گرانبها؟ تا اینکه شب چهارم بود و باز هم همون شخص در خواب عبدالمطلب اومد و گفت احفر زمزم. گفت زمزم چیه؟ گفت زمزم اون چیزی یک آبیه که تموم نمیشه و به تهش، به قعرش نمیرسی، آبیست برای حاجیان. گفت کجاست؟ گفت که در اون، در خواب اون منطقه رو اشاره کرد بهش، بین کعبه و مروه که اونجا شما ملاحظه میفرمایید الان، بین کعبه و مروه همین منطقه رو بهش اشاره کرد که بین کثافت ها و خون، جایی که کلاغ پرسفید نک میزنه، جایی که دهکده موریانه. خب تقریبا آدرس خیلی خوب واضح شده بود، اما عبدالمطلب تو ذهنش بود جایی کعبه، کثافت و خون، این کیه؟ کثافت و خون میاره جایی کعبه میریزه؟ کعبه و این منطقه همیشه تاریخ از زمان حضرت ابراهیم به بعد همیشه جای مقدسی بوده و مورد احترام و عنایت مؤمنان. قریشیان هم بهای بسیاری به کعبه داشتن و کعبه مصدر روزی و رزق و تجارت و عبادت و سیاست و همه چیز قریشیان بود، حتی در زمانی که مشرک بودن. عبدالمطلب یه پسر داشت اسمش بود حارث. حارث رو گرفت، کلنگی برداشت، حارث رو گفت شمشیر تو بگیر. اومدن جای کعبه، همین جایی که کعبه هست. خب کجاست این جایی که آدرس داده بود؟ در همین اسنا قبل از این که اونا برسند، یک آدمای اومده بودن روی مروه، یک بوتی بود به نام اصاف. بعضی از دیوونا مثل امروزی که از تن افراد جاهل و نادان اومده بودن، یک گاوی رو قربانی کرده بودن زیر پای اصاف، همون کاری که خیلی از نادانان و مشرکان و بدعتگران و اینها در کنار قبرا و در کنار نمیدونم فلانها قربانی میکنن. اومد اینجا دید که اینا قربانی کردن گاوه رو، کثافتاش یه جای ریختن، خونش یه جا ریخته. خب پس گفت این کثافتا و این خونا. در همین میان دید که یک کلاغی، کلاغای مکه مکرمه پرسیان، اما این پرسفید بود، یه جایی داشت نک میزد تو زمین. اینجاست. رفت نزدیکتر، دید بله اینجا موریان هم یک بندوبساتی واسه خودشون راه انداختن، خونه و لونه درست کردن. به پسرش گفت شمشیر رو بردار، مواظب باش، کسی رو نذار نزدیک من بیاد. و خودش شروع کرد به کندن همین جایی که امروز از اونجا به اصطلاح زمزم میاد بیرون، که الان البته زیر منطقه مطاف هست و دیده نمیشه و از اونجا الان لوله کشی هست و همه زمزم به همه مناطق مختلف و جای مختلف حرم میرسه. به هر حال اینجا رو شروع کرد به کندن. قریشیان دیدن که تو حرم داره یکی گودال میکنه، اومدن که عبدالمطلب، عبدالمطلب چی کار داری میکنی؟ گفت کارتون نباشه. خواستن ممانعت کنن که حارث شمشیر رو کشید و دیگه اونا رو این ور اونور پراکنده میکنه، حمله میکردن، حارث مواظبت بود. تا اینی که عبدالمطلب داد کشید الله اکبر رسیدم، فهمیدن که چیزی رو عبدالمطلب کشف کرده، گنج چیزی پیدا کرده. دیدن که بله، زمزم، زمزمی که سالیان گم بود و خبری ازش نبود، عبدالمطلب کشفش کرد. و با اومدن زمزم و اینا قریشیان گفتن خب مکه که آب نداشت، زمزم هم مصدر آب باشه و کسی از این آب بده به حاجیان چه فخر فروشی میتونه بکنه، و فخر فروشی واسه مردم اون زمان خیلی اهمیت داشت. خب اومدن گفتن که عبدالمطلب ما هم قریشی، تو هم قریشی، ما هم از فرزندان اسماعیل، به هر حال ما هم تو این زمزم حقی داریم، این مال پدر ما هم بوده. گفت نه، خودم پیدا کردم، کسی حق نداره. سر و صدا بلند شد و اینا گفتن، یکیشون گفت آقا هیچ کاری تو نباشه، میریم یکی رو داور میکنیم. عبدالمطلب گفت این حرف حسابی، کی رو میخواید داور کنید؟
گفتن یه زن کاهینی هست از بنو سعد در شام، میریم اونجا پیشش. عبدالمطلب گفت قبول. عبدالمطلب و بعضی از خیشاش همراه بعضی از بنی امیه و بعضی از قریشیان حرکت کردن به طرف این زن کاهن که برن ببینن این زن خانمه چه داوری میکنه. رفتند و رفتند و رفتند در این صحرا و کویر گرم، عبدالمطلب و اطرافیانش آبشون تموم شد. به اون دوستاشون گفتن که آقا، به همراهشون که آقا به ما یکم آب بدید. گفتن میبینید که دیگه همونطور که آب شما تموم شده، آب ما هم تموم میشه. ما به شما بدیم، حالا چقدر را دیگه مونده؟ بهشون آب ندادن. اینو رفتن تا لحظاتی که دیدن که نه، نمیتونن ادامه بدن. در اونجا عبدالمطلب فکری کرد، گفت که ببینید ما میریم اینطوری یکی یکی میمیریم میفتیم. لاشخورا میان همه جسمای ما رو تکه پاره میکنن، لاشا ما رو میخورن. پس بیاد یه کاری کنیم، میگیریم میشینیم، هر کی مرد اونای دیگه دفنش کنن تا نفر آخر میمونه. نفر آخر مرد خلاص، یه نفر رو لاشخورا بخورن اشکالی نداره، این بهتره از اینکه هممون تومه لاشخورا بشیم. گفتن که فکر خوبیه. نشستند و هر کسی جلو کرد یه قبر واسه خودش کندن. در همین اسنا بود که عبدالمطلب ما چیکار داریم میکنیم؟ ما خودمون رو داریم زنده به گور میکنیم. بریم بابا دنبال آب، آب گیرمون اومد، اومد نیومد، خب بمیریم، به هر حال در حرکتیم، این که بهتره از این که اینجا بمیریم. باز گفت که آقا حرکت کنیم بهتره، بریم و شاید آبی گیرمون بیاد. در همین اسنا که خواستن حرکت کنند، از زیر پای شتر عبدالمطلب چشمه برخاست. با جوشیدن این چشمه همه خوشحال شدند، الله اکبر گفتند، اومدند شروع کردن جا رو باز میکنند و از اون آب میخورند. رفیقاشون رو صدا زدند آه بیایید بیایید، آب پیدا شد. اونا هم اومدند تو این کفیر، تو این دشت برهود، آب از کجا؟ خب مشکاشون رو پر آب کردند و با خودشون فکر کردند، گفتند ببین عبدالمطلب، اون کسی که اینجا به تو آب داد همون کسیه که زمزم به تو داده، این زمزم حتما مال توست، ما کاری نداریم، برگرد مال خودت. و اینطوری بود که اونا از اونجا برگشتند و زمزم یادگار اسماعیل بزرگ، زمزم یادگار هاجر و اسماعیل اومد رسید به عبدالمطلب، پدر بزرگ پیامبر اکرم. این میراث ابراهیمی رسید به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که درباره زمزم فرمودند زمزم برای اون چیزی که خورده بشه، از زمزم و لیمه شوری وله، اگه کسی زمزم رو به نیت شفا بخونه و بنوشه و از خداوند شفا بخون، خداوند شفاش میده. اگه کسی زمزم رو بنوشه به نیت سیر بشه و به اصطلاح ارزش غذایی داشته باشه، زمزم ارزش غذایی پیدا میکنه. اگر به نیت نوشیدنی و آب باشه، زمزم تشنگیش رو برطرف میکنه. و همینطور ضربه جبریله، ضربه جبریل و نوشیدنی اسماعیل که این به موحدان هدیه داده شد از جانب خداوند منان. بازگشت ملکیت زمزم به فرزندان اسماعیل، بازگشت مکانت و جایگاه رهبری و زعامت دینی آنها در میان قریشیان بود. گویا تقدیر می‌خواست با این حادثه بستر مناسب برای میلاد رسالت خاتم طرح ریزی کند. روز بروز بر محبوبیت و احترام عبدالمطلب در میان قریشیان افزوده می شد و مکه او را سرور و سردار خود می دانست. حادثه اصحاب فیل پیش از تولد نبی رحمت اشاره گویاتری بود بر آمادگی مکه برای رهبری دعوت توحید و یکتاپرستی. یکی از حوادث مهمی که قبل از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه و جزیره العرب اتفاق افتاد، حادثه اصحاب فیل بود. پادشاهی در یمن به نام ابرهه که چشم دیدن عظمت و شوکت مراسم حج رو در این سرزمین نداشت،
و نمیتونست ببینه که کعبه مکرمه چنین رونقی پیدا کرده در مکه مکرمه و سالانه هزاران بلکه میلیون ها نفر رو از گوشه و کنار دنیا به زیارت خودش میخوانه، تصمیم گرفت تا در مقابل کعبه معظمه یک کلیسایی برای خودش درست بکنه و مردم رو دعوت بکنه به زیارت کلیسای خودش. کلیسای به نام قلیس با شکوه و عظمت فراوان درست کرد تا در مقابل کعبه قرار بده و مردم رو دعوت کرد به زیارت اون، اما هرگز نتونست اون شکوه و عظمت کعبه رو به دست بیاره. به همین خاطر قصد کرد تا کعبه معظمه رو تخریب بکنه. حال بعضی ها گفتن شخصی رفت از جزیره العرب و اهانت کرد و قضای حاجت کرد در اون کلیسا به نشانه اعتراض و توهین، و اون هم این رو بهونه کرد برای حمله به کعبه معظمه و تخریب کعبه مکرمه. در مسیر راه با 60,000 سوار و فیل‌های بسیار بزرگ حرکت کرد به قصد تخریب مکه مکرمه تا که به این سرزمین رسید، یعنی مشاعر مقدسه، عرفات، مزدلفه و منا، همین سرزمینی که الان من و شما داریم تصویرش رو مشاهده می‌کنیم. وقتی که ابرهه به این سرزمین رسید، مردم مکه که پشت سر بنده فعلا مکه مکرمه است تا اطلاع یافتن پریشان و نگران، 60,000 نفر، شاید کل جمعیت مکه اون روز 60,000 نفر نبود، و اینها پریشان و نگران به پیش عبدالمطلب رفتن. عبدالمطلب بزرگ خاندان قریش، کسی که مسئولیت کعبه رو به عهده داشت و جد بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردم مکه رو پیشنهاد داد تا از مکه خارج بشن. مردم مکه در کوههای اطراف مکه پناه بردن و پنهان شدن، کل مردم شهر رو ترک کردن. در این مسیر عبدالمطلب کاروانهای از شتر داشت که نیروهایی که در لشکر ابرهه بودند 200 از این شترها رو گرفته بودند و برای غذای خودشون استفاده کرده بودند. وقتی که نیروهای ابرهه به این منطقه و این سرزمین رسیدن، قبل از اینکه وارد مکه مکرمه بشن، عبدالمطلب برای مشورت و برای صحبت کردن با ابرهه به این منطقه آمد و یکی از اطرافیان ابرهه رفت پیش ابرهه و سفارش کرد، به نحوی تعریف کرد از جایگاه و منزلت عبدالمطلب که این شخص کسانی رو که در حذر و در بادیه هستند، در سرزمین هستند، غذا میده، حتی برای حیواناتی که در کوه‌ها زندگی میکنن غذا میبره، انسان نیکوی است، انسان سخاوتمند است و آمده تا با شما صحبت بکنه، صاحب چشمه‌ای که در کنار کعبه است و مسئول کعبه است. ابرهه عبدالمطلب رو به حضور خودش طلبید، نه اجازه داد بر تخت بشینه و نه دوست داشت که عبدالمطلب تنها روی زمین نشسته باشه، چون از جایگاهش و شخصیتش خوشش اومده بود و احترام میگذاشت به اون. هر دو نفر روی زمین نشستن. عبدالمطلب به او گفت نیروهای تو 200 نفر از شترهای من رو گرفتن و غصب کردن و برای غذا استفاده کردن و اونها رو به من پس بده. ابرهه انتظار داشت حداقل عبدالمطلب بیاد اینجا التماس بکنه، خواهش بکنه و دست و پای اون بیفته تا این کار رو نکنه. به هر حال مسئول قریش بود، مسئول کعبه مکرمه و مسئول مکه مکرمه، بزرگ مکه بود. وقتی که این صحبت رو کرد، ابرهه گفت که من وقتی که از تعریفهای تو شنیدم، وقتی تو رو دیدم، در چشم من انسان بزرگی به نظر اومدی، اما با این درخواست حقیرانه از چشم من افتادی. من فکر میکردم بزرگتر از این باشی. عبدالمطلب جمله عجیبی به زبان آورد، گفت انا رب الابل وللبیت رب سیحمیه، من صاحب این شترها هستم، این شترها مال منه و من مالک اینها بودم، اما خانه خدایی داره، خانه از خودش پروردگاری داره، مالکی داره که اون حمایت خواهد کرد از خانه خودش. اگر تو میتونی بری و خودش رو برسونی به اونجا و اگر او اجازه داد که تو خونه او رو تخریب بکنی، برو و هر کاری که دوست داری بکن، اما ما نمیتونیم هم جلوی تو رو بگیریم اگر الله تعالی خواسته باشه، اما اگر الله تعالی نخواسته باشه یقینا دست تو به کعبه نخواهد رسید. و حرکت کرد و رفت. ابرهه و لشکرش قصد داشتن که به سمت مکه حرکت بکنن. فیل بزرگی که قافله دار فیل ها بود، جلوی فیل ها ایستاده بود، به زمین نشسته بود، حرکت نمی کرد. محمود نام این فیل، هر چقدر محمود رو حرکت میدن، هر چقدر اون رو میخوان تکان بدن، از جای خودش حرکت بکنه، حرکت نمیکنه. فرشته در گوش این فیل ندا در داده که تو میدونی به کدام سو داری حرکت میکنی و این مردم، این لشکر به چه نیت و هدفی اومدن. اینها قصد دارن تا خانه الله تعالی رو تخریب بکنن. همه موجودات عالم، تمام ذره ذره کائنات، همه به تسبیح الله تعالی مشغولن و ام شئ الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم،
در آسمان و زمین، در عالم هیچ چیزی نیست مگر اینکه به تسبیح الله تعالی، به ذکر الله تعالی، به عبادت الله تعالی مشغولن، هر کسی با زبان خودش، هر کسی با وصف حال خودش، هر کسی با شرایط خودش، اما شما از حال اونها، از نحوه ذکر اونها با خبر نیستید. این فیلم همون فیلمیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه هنگامی که شطور رسول صلی الله علیه و سلم قصبا از حرکت در مسیر بازمان قبل از ورود به مکه مکرمه و اصحاب هرچی تلاش کردن تا او رو حرکت بدن، به مانند این فیل در این سرزمین، در این مکان هرچی تلاش میکنن اون رو حرکت بدن، حرکت نمیکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما خلعت القصبا و ما هی لها بخلق، قصبا عقب نرفته و همچین اخلاقی نداشته تا عقب بمونه و حرکت نکنه، ولیکن حبسها، حبس الفیل، اما این قصبا رو، این شطور رو همون ذاتی نگه داشته که فیل رو نگه داشت. اون فیل در همین سرزمین بود. الله متعال نمیخواد که این لشکر بیشتر جلو برن. فیل رو هر کاری میکنن حرکت نمیکنه، به سمت جلو نمیره، اما راست و چپ و عقب برمیگرده. هر چی زور میزنن حرکت نکرد. لشکر قصد دارن که خودشون رو برسونن به کعبه و کعبه رو تخریب بکنن. عبدالمطلب از اینجا برگشت و همراه با برخی از سران قریش رفتن به در خانه خدا رو گرفتند و اونجا زاری کردند و گفتند که بار الها، خدایا هر کسی از خونه و زندگی خودش دفاع میکنه، این خونه شماست، شما خودت از خونه دفاع کن که ما نیرویی نداریم که در مقابل ابرهه وایستیم. اهل مکه رو بعد صدا زدند که همه از مکه بیرون شن. مردم مکه اومدند روی این کوها و اون کوه پشت سر پخش شدند تا ببینند که چه اتفاقی خواهد افتاد. در این اثنا از طرف جده دقیقا پشت سر من قرار میگیره، از اون طرف جده یک سیاهی در آسمون پدیدار شد. سیاهی نزدیک شد، متوجه شدند که اینها افواجی از پرستوهای ابابیل هستند، پرستوهای کوچیکی که هر یک از پرستوها سه سنگریزه با خودش همراه داشتی که تو منقارش، دوتا تو دستاشون. این پرستوها اومدند، هر یکی از سنگریزه ها رو روی یکی از سربازای سپاه ابرهه انداختند. الله تعالی نیروی از لشکریان خودش رو، ذره ای از لشکریانی که در آسمان و زمین داره، شاید به گمان هیچ کسی اینها هرگز حریف این لشکر نمی شدن، وقتی انسانهایی حریف این لشکر نبودن، پرندگان ریز قامتی به مانند پرستوها چگونه میتونستن حریف اینها بشن؟ اما وقتی الله تعالی بخواد از پشه هم استفاده خواهد کرد، از مگسی استفاده میکنه، نمرودی رو با پشه از بین میبره و لشکر 60,000 نفری ابرهه رو با پرستوهایی که در منقارشون و در چنگالهای خودشون گلی خوش سرده دارن، نه گلی خوش شده نه، بلکه اینها گلوله هایی داغ دارن، گلوله هایی رو در منقار خودشون و در چنگالهای خودشون دارن که به محض اصابت به بدن هر یکی از این لشکر، هر یکی از این کفاری که قصد اهانت و توهین و تخریب کعبه معظمه رو دارن، از اون طرف بدنش خارج میشه. پرستوها آمدن، نیروهای الله تعالی آمدن، هواپیماهای الله تعالی، بمب افکن های الله تعالی آمدن و شروع کردن به بمباران لشکر ابرهه، شروع کردن به موشک باران لشکر ابرهه و تمام 60,000 نفر رو در این سرزمین، در این وادی محصر، همین منطقه‌ای که پشت سر من می‌بینید، پشت چادرهای منا، این قسمتی که تابلوی ابتدای منا هست و این قسمتی که روی به من هست و پشت به دوربین، مزدلفه، در بین منطقه مزدلفه و بین منطقه منا، این منطقه‌ای که اینجا چادری وجود نداره، در این منطقه تمام نیروی ابرهه مورد هجوم پرستوهایی که از طرف الله تعالی فرستاده شده بودن قرار گرفتن و یک نفر هم از اونها زنده نماند، یک نفر هم از اونها جان سالم به در نبرد. هر کدوم از این پرستوها، هر کدوم از این گلهای خشک شده، بلکه موشکهایی که از طرف الله برای اینها فرستاده شده بود، نام شخصی در کتاب الله، نزد الله، در لوح محفوظ نوشته شده بوده که این باید به فلان شخص، به فلان کافر برخورد بکنه و او رو هلاک بکنه. این سرزمین در سال تولد رسول صلی الله علیه و سلم، حدود 50 روز قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم، شاهد یک اتفاق بسیار بزرگ بود. سپاه ابرهه توسط این سنجیل‌های قرآنی، همونطور که در سوره علم ترکیف می‌خونیم، کلی در اینجا نابود شد. برخی از اینها که زخمی شده بودند فرار کردند به طرف یمن و در راه
همینطور می افتادن می رفتن. تمام این مسیری که اومده بودن، مردمی که در این مسیر بودن، قبیله هایی که در این مسیر بودن، افرادی که در این مسیر زندگی می کردن و این سپاه رو دیدن، شاهد افتادن اجساد این ارتش بودن تا این قصه و این داستان واسه خودشون همه جزیره عرب اون رو انگار با چشمای خودشون دیدن. و این داستان دقیقاً 50 روز قبل از ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. واسه همینه که قرآن وقتی که از سوره علم ترکیف حرف میزنه، سوره علم ترکیف بسیار سوره کوتاهی است، انگار که همه مردم عرب و همه اون کسایی که قرآن باشون حرف میزنه این حادثه رو یا دیده بودن یا آنچنان به تواتر شنیده بودن که انگار دیده اند. حتی قرآن کریم خطابش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علم تر کیف، آیا ندیدی که چطور خداوند اصحاب فیل رو تار و مار کرد؟ انگار که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شاهد این ماجرا بوده است. در واقع این ماجرا و این صحنه و این وادی محصر یک پیغام بسیار بسیار واضح و روشنی داره برای همه طاغوتیان و همه متکبران در همه عصور و در همه زمانها و در همه مکانها، و به اونها میگه که هرگز و هرگز به خودتون این جرأت رو ندید که در مقابل دعوت توحید، در مقابل خداوند، در مقابل مقدسات دین خداوند قد علم کنید و بخواهید که دین خدا رو با دیر خدا در بیفتید. هر کس با خدا در افتاد بیشک که بر افتاد. و اینچنین ابرهه از بین رفت و این حادثه رو عرب ها به عنوان تاریخ خودشون انتخاب کردند. بعد از این حادثه اهل مکه فهمیدند که کاری از دست بت‌ها ساخته نیست و خدای یکتا یکتاست. و بعضی از مورخان میگویند که تا سالیان سال بعد از این حادثه اهل مکه تنها خدا را میپرستیدند و بت‌ها از ارزش افتاد. و این شاید مقدمه‌ای بود برای دعوت، یک گوش زدنی برای دعوت توحیدی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از 40 سال از این حادثه علمبردار اون شد. واقعی اصحاب فیل اتفاقی که در این سرزمین افتاد بر عظمت و جایگاه و مقام قریش در بین منطقه، در بین جزیره العرب افزود. قریش از قبل هم سردار طوایف عرب بود، اما بعد از اینکه همچین اتفاقی، همچنین لشکری در این محل بیاری الله تعالی از بین رفتن و هلاک شدن، لشکری که قصد حمله به کعبه رو داشت، کعبه‌ای که قریش از اون حمایت میکرد، بر اعتبار قریش افسوده شد. هرچند که الله تعالی کعبه رو نه به خاطر قریش بلکه به خاطر خود کعبه نجات داد، چون قریش بت میپرستیدن، قریشیان مشرک بودن، اما به هر حال اینها نگهبانان کعبه بودن و اینها کسانی بودند که وظیفه پذیرایی از میهمانانی که به مکه می آمدن، وظیفه نگهداری و حفاظت و صیانت از کعبه و زمزم رو به عهده داشتن. از طرف دیگری توجهات به سمت این مردم، توجهات به سمت این قوم و سمت این شهر بیشتر شد. این قوم سر زبون ها افتاد، این شهر سر زبون ها افتاد. قرار بود اتفاق دیگری هم بیفته، این مقدمه ای بود برای اتفاقی بزرگتر که 50 روز بعد اتفاق افتاد و اون میلاد با سعادت رسول الله صلی الله علیه و سلم، طلوع خورشید نبوت بود در پشت این کوها در مکه مکرمه در کنار کعبه. الله متعال در حادثه هلاکت ابرهه و یارانش، در حادثه فیل به جهانیان ثابت کرد که نخواست خانه کعبه به دست مسیحیان بیفته، به دست غیر مسلمین بیفته، و از طرف دیگری نخواست تا مشرکین حامی خانه کعبه باشن، مشرکین از کعبه خارج شدن، بلکه الله تعالی خودش به تنهایی کعبه رو محافظت کرد بدون اینکه از مشرکین کمکی گرفته بشه و بدون اینکه به دست ظالمین و طاغوتیان مسیحی بیفته. این خودش درسی است برای من و شما. اگر در اون زمان که ساکنین حرم، کسانی که پرده‌داران و مسئولین و خادمین حرم بودن، مشرک بودن، با این وجود که مشرک بودن، الله تعالی فقط به خاطر این که احترام میگذاشتن به کعبه، فقط به خاطر این که محبت کعبه رو در دل داشتن، اونها رو در برابر ابرهه و لشکریانش، در برابر کسانی که قصد توهین و اهانت به خانه کعبه رو داشتن موفق کرد، پس چگونه خواهد بود نظر شما
اون زمانی که الان فعلا که مؤمنین که مسلمین که موحدین پرده دار کعبه هستن، خانه کعبه در اختیار مسلمینه، خانه کعبه در اختیار موحدینه. اگر مشرکی، اگر کافری قصد اهانت به خانه کعبه رو داشته باشه، اگر کسی قصد سو داشته باشه به سمت حرم شریف، به سمت مکه مکرمه، الله تعالی با اون چه خواهد کرد؟ وقتی که ابرهه مسیحی رو که قصد اهانت به مکه رو داشت، مکه‌ای که مشرکین ساکن اون بودن، اجازه نداد وارد مکه بشه، اجازه نداد وارد حریم مکه بشه، امروزه اگر کافری، اگر مشرکی با وجود موحدینی که شبان روز مشغول به عبادت در کنار کعبه هستن، قصد دخول و قصد اهانت به کعبه رو داشته باشه، آیا الله تعالی به اون این اجازه رو خواهد داد که وارد مکه بشه؟ کلا و هاشا، هرگز این اجازه رو الله تعالی به اونها نخواهد داد. حریم امن الهی همیشه امن خواهد ماند. الله تعالی حفاظت این منطقه رو به عهده گرفته و به هیچ کس اجازه نخواهد داد که کوچکترین حرکتی در این سرزمین بکنه. اشرف